سلام به همه شما دوستان عزیز امشب در مورد یک جریانی که در جنوب غربی کشورمون داره پا میگیره و سالها البته سر صداهایی دارن میکنن یک جریانی به نام پانلوریسم خب ما میدونیم که آقا میهن پرستارین افراد این سرزمین همه بخش های ایران البته همیشه میهن پرست بودن و لورها همیشه یک بخش گسترده ای بودن که برای این آب و خاک زحمت کشیدن و خب دشمنان وجودی ایران امروز در سرد هستن تا بتوانن این بخش هم به اون جریانات تجزیه طلبی بخوان سازماندهی کنن تا اینا بخوان ضرباتی رو بزنن وقتی که ما میگفتیم آقا اینا به دنبال سوریه کردن ایران هستن خیلی ها به ما میخندیدن و الان رسانه هایی به وجود اومده گرفته مثل قارچ سمی مثل مثلا یک شبکه ای به وجود اومده به نام شبکه آزادی کی هست چی هست نمیدونم یه خانومی و دو سه تا دیگه توش فعال هستن گویا من اصلا تا الان ندیدم جاییم باشه اینا که این هم دارن تخصصی رو بحث تجزیه کار میکنن و ما میبینیم شوربختانه نمود پیدا میکنه تو همین سیل ما یک ویدیویی در میاد که یک پسر جوان لور داره در برابر این آقای نقدی که حالا ما خوشی ازش نداریم حرفایی رو میزنه که این حرفا حرفای خطرناکی اول ویدیو رو بهتون نشون بدم این ویدیو این خانم هست به نام یه خانومی به نام بیتا جوراب دوز یه همچین چیزی و نمیشناسم یعنی اصلا پیشیرش و اینا رو من واقعا نمیدونم یه برنامه ای داره و یکی از چهره های تجزیه طلب به نام فرامرز یک تار یا همچین چیزی رو دعوت کرده اونم نمیشناسم اما دارن کار میکنن چون یک سری از بخش های پانلوریسم من در استاکول میشناسم اینا سالها شروع کرده بودن رو بخش زبان و غیره همون حرفهایی که دقیقا الگو برداری از همون کارهایی که تا به امروز شما در بخش های مختلف شاید هستید پانکوردیسم انجام میده و پانتورکیسم و الان هم این جریان تجزیه طلب اونجا دارم میاد این صحبت البته جای نگرانی آنچنان نیست خود مردم در ایرانیان ساکن لورستان پاسخ این جماعت رو خواهند داد یعنی لورهای ایران که اجازه نمیدن که اینا بخوان این باب این سخنان رو بخوان جا بندازن اما باید جلوش رو گرفت و شما صحبت هایی که این خانم اینجا میکنه قشنگ سوریه کردن ایرانه گوش کنید چه سوالاتی از اون مهمان میپرسه که اینجاست که آدم میگه آقا جان اینا به دنبال سوریه کردن ایران هستن سال فعالیت سم... میبینیم که توی این چند سال اخیر فعالیت لورها خیلی بیشتر شده به نظر شما لورها توی نقشه توی آینده نزدیک میتونن نقش کلیدی رو بازی کنن چون همون جوری هم که گفتید لورها از خب ببینید اول از همه میگه دی میبینیم که نقش لورها زیاد شده ببینید این نوع صحبت کردن توی کانتکست توی زمین تجزیه طلبی است آقا ما لور و کرد و ترک و گیلانی نداریم ما یه چیزی داریم به نام ایرانی و اینکه خیلی دارن تخصصی روی خورده فرهنگ ها کار میکنن تا اینا رو برجسته کنن در برابر سنت های همگیر تمام ساکنان ایران زمین ها پشتش برنامه ها خوابیده پشتش به بر... ملیت ها میگن برمیگردن اتنیک میبندن به خودشون اینا پشتش برنامه حالا میگه که خیلی فعال شدن یعنی چی خیلی فعال شدن همه ایرانیا و فعال باشن برای آبادانی کشور ولی میگه نه لورها مگه لورها چیزی جز غیر از ایرانی هستن خب لورها توی نقش توی آینده نزدیک میتونن نقش کلیدی رو بازی کنن چون همونجوری هم که گفتی لورها از قدیم سابقه این رو داشتن که اهل مبارزات مسلحانه بودن الان هم خب تقریبا همه میدونن که توی دست لورها سلاح هست خب داری میگه قبلا اینا مبارزات م... مبارزات مسلحانه رو شما بخواید نگاه کنی بله در دیویسی ست سال پیش همه اسلحه دستشون بوده فقط این مختص لورها نیستش که همه شما از گیلان بگیر میرزا کوچکان جنگلیش و اینا همشون اسلحه داشتن تا قسمت های شرق کشور تا غرب کشور اینکه از قدیم و ایام لورها اسلحه داشتن مگه چیز عجیبی همه اسلحه داشتن چرا اینو برمیگه بعد میگه که حالا میدونیم که کم و بیش همچنان اسلحه دارن یعنی چی یعنی داره تبلیغ میکنه به مبارزات مسلحانه و خشونت آمیز. به شما اینها میتونن نقش کلیدی رو بازی کنن توی آینده نزدیک یعنی چی نقش کلیدی رو بازی کنن برای تجزیه ایران یعنی باید نقش کلیدی بازی کنن حالا بین اون فرد چی میگه بله بله من فکر کنم خب پرچم تجزیه طلبی هم اون گوشه گذاشته با توجه به اینکه اون اندیشه هویت طلبی یه مقدار گسترش پیدا کرده در خاور میانه و اتنیک های خاور میانه به طور کلی و لورها به اینها به اون هویت خودشون پی بردن به مسائل به هویت خودشون پی بردن مگه هویت ساکنان ایرانیان ساکن لورستان چیزی غیر از ایرانیه یعنی چی به هویت خودشون پی بردن یه پرچم جدا از پرچم کشورمون هم زدن ببینید یک زمانهایی بود که من همین چیزها رو دیدم که گفتم آقا این ساختار حکومت فعلی اگر از ریشه بخواد زده بشه ما چیزی دیگر به نام ایران نداریم این باب این سخنان اینا همشون دارن میگن شما فکر میکنید جلوی سخنان اینا فردا مثلا رضا پهلوی میخواد بیستد رضا پهلوی که نیومده روی کار اولا که روی کار که هیچ وقت نخواهد اومد یعنی حکومت هم برانداز بشه ایشون همم هم بخوان که بیاد روی کار ایشون خودش نمیاد روی کار ایشون داره اشغالشون میکنه و صحبت که تا الان کرده شما تا الان جای دیدید که در برابر این افراد بخواد بیستن تازه فدرالیسمشون هم قبول کرده دوستان نزدیکش چهره های تجزیه طلب خجالتی و در لول خودشون فدرال خواه هستن از آقای شهریار آهی بگیرید که پدر فدرالیست ایرانه تا آقای شریعت مداری که اونم پدر خوانده فدرالیست ایرانه با آقای شهریار آهی با این کار آقا کیا میخوان جلوی اینا رو بگیرن ببین اینا هنوز روی کار نیومده سخن از مبارزات مسلحانه سخن از هویتی غیر از هویت ایرانی دارن مطرح میکنن کی میخواد جلوی اینا وایسه خودشون پی بردن و فهمیدن که استبداد مرکزی اینها رو پراکنده کرده استبداد مرکزی یعنی اینجا این آقا البته به درستی از یک بابتی داره میگه اینجا دیگه نمیگه جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی میگه استبداد مرکزی چرا اینو میگه شما باید واجه شناس باشید توی مسئله سی, سی به خاطر اینکه بحث مرکز اینا هر وقت پیش میکشن منظورشون حاکمیت ملی است اینا با حاکمیت ملی مشکل دارن که هیچ ربطی به حکومت های فعلی و گذشته نداره اینا با اساس اینکه ما مرکز داشته باشیم با این مشکل دارن اساسا خب این مرکزگرایی رو ما یک بخش گسترده ایشو مدیون شاه اسماعیل صفوی هستیم بعد از حمله اسلام به کشورمون یک بخشیشو مدیون رضا شاه هستیم و الان هم خب ما یک حکومت مرکزی داریم اینا میگن اساسا مرکز بذارید که نه یعنی مشکلشون جمهوری اسلامی نیست فقط جمهوری اسلامی مشکلشونه نه به خاطر نقض حقوق شهروندی که این حکومت انجام داده مشکلشون جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی در مقاطع ایران ستیزی کرده و بیگانه پرسته بالاخره بیگانه پرسته دیگه یک جایی شما میبینید برخی از این حزب یا میان شاهنشاه کوروش و فوش میدن به خاطر چهار تا امام عرب مشکل اینا اینا نیست نه میگه من مشکلم با جمهوری اسلامی آنجاییست که این جمهوری اسلامی در خدمت ایرانه کجا در خدمت ایرانه یعنی دعوای بخیر بر من جالبه دشمنان وجودی ایران در زمان محمد رضا شاه هم مشکلشون با اشتباهات شاه که به ضرر ایران میشد نبود مشکل اینا اونجایی با, با محمد رضا شاه و رضا شاه بود که اینا به نفع ایران کار میکردن مشکل بخش گسترده ای از این اپوزیسیون با هم اون پدر و پسر و هم با آقای خامنه ای و حتی با خمینی بحث ایدئولوژیک نیست بحث اینه که آقا شما چرا حکومت مرکزی دارید یعنی چی خب چیکار باید بکنیم نه یک فدرال کنید تیکه تیکه کنید به مانند اینکه در کشتی نشستیم هر تیکه رو ببریم بدیم به یکی سگ بزنه گربه برقصه مشکل اینا اینجاست مشکل اینا با مشکلات و حکومت ها نیست برعکس مشکل اینا با اون بخش های درستی است که حکومت های ما از زمان رضاشا محمد رضاشا تا خمینی و خامنه ای انجام دادن خب هر حکومتی اصلا حکومت که چی؟ شماها با خودتون برید کنار بیایید هر انسانی دارای نقاط مثبت منفی آیا می توانی شمایی که برنامه منو میبینی مدعی باشی همه کارات تو زندگی درست بوده من خودم شخصا انقدر اندازه مایه سرم کارهای اشتباه میکنم تو زندگی شخصی و سیاسی و همه بخش مگه میشه انسان جایز الخطا خب معلومه حکومت هم جایز الخطا میشن و ما بایستی دعوامونه با حکومت حالا میخواه حکومت رضا شاه باشه محمد رضا شاه باشه یا آقای خامنه ای اونجایی که مشکل دارن انجام بدیم نه اونجایی که در خدمت مملکت هستن و شما میدید در این دیویس سال گذشته به ویژه مشکلات بخش گسترده از اپوزیسیون دستاویز استعمار حالا استعمار کلاسیک بگیر تا نو چون آمریکا و اسرائیل اونجایی است که این حکومت ها نقاط قوتشونه مثل حکومت مرکز مثلا داشتن یک مرکزگرایی امو دعوای اینا مثلا با بچه های سپا و هزبالایی هایی نیستش که اینا فوزلی میکنن نهی از منکر و امر به معروف میکنن فوزلی تو کار زن بچه مردم میکنن مشکل اینا با سپا اونجاییه که سپا رفته موشک ساخته که بعد از چهار قرن حداقل میتونم بگم بعد از چهار قرن ما رو به یک قدرت نظامی گسترده ای رسونده که کسی نمیتونه چپ نگاه میکنه مشکلشون اونجاست مشکل اینا اون بخشهایی نیستش که شما اشتباهات رو توی مثلا لایه های از حکومت میبینی اونجا جاییست که نقاط قوت این حکومته و ایشون هم برمیگرده میگه هویت طلبی و اینا و از اینجور بحثا فهمیدن که مسابر از حکومت میگه ما استبداد حکومت مرکزی نمیگه استبداد مثلا حکومت دینی جمهوری میگه مرکزی چرا اینو میگه؟ چون فردام که جمهوری اسلامی سقوط بکنه هر حکومت دیگری بیاد اینا از پیش سرکوب کرده باشن بحث مرکزگرایی رو از پیش سرکوب که شما میدید در بند یازدهم شورای ملی آقای رضا دیبا بحث همین عدم تمرکزگرایی گنجونده شد که ما کلی سر صدا کردیم همون مقطع این خیانت ها رو شما دارید میبینید که زنجیروار داره اتفاق میفته استعداد مرکزی اینها رو پراکنده کرده ما در زمان عطا لرستان لورستان به صورت یک پارچه بودیم و یک خب حالا این ویدیویی بود که دیدم تیکه رو... من خودم از اصل ویدیو رو در آورده بودم توی یوتیوب همین شبکه آزادی رفتم درآوردم و دیدم حالا همین یه تیکه لازمه اونو پخش کردم خب این پس صحبتاشو مشخصه ما بعد از اونجا میبینیم که در داستان سین جوانی میاد و صحبت میکنه با این آقای نقدی و این صحبت های این جوان خیلی هم خوششون اومده بود و خیلی داشتن پخش میکردن اینا ولی صحبت های این جوان یک تجزیه طلبی پنهان توش خوابیده گوش کنین درست حسابی کمک کنن. درست نکردم به قرآن لور اگر اتحاد پیدا کنه لور اگر اتحاد پیدا کنه یعنی چی لور اگر اتحاد پیدا کنه ما باید این قبیله و قبیله بازی رو بذاریم که نه لول اگر اتحاد پیدا کنه بچه تهران اگر اتحاد پیدا کنه گیلانی اگر اتحاد پیدا کنه این حرفها حرفهای قبیله گرایی و عقب افتادگی محضه فقط و فقط ما باید این جمله بر باشه ایرانی اگر اتحاد پیدا کنه شما حتی اگر ضد جمهوری اسلامی من بارها گفتم حتی اگر برانداز هستی برانداز با شرف باش من خودم هم برانداز بودم الان هم اگر نیستم نه بابت چشم و ابروی سرداران سپاه و خامنه یا این حکومته ولی به اینکه از نظر ایدئولوژیک ما تو دون دنیای متفاوت زندگی میکنیم بابت حفظ مملکته چون میبینم نداریم نیروی دیگری که این مملکت رو حفظ کنه اینا کمر به قتل حکومت مرکزی بستن حکومت مرکزی جمهوری اسلامی نه حتی حکومت مرکزی حکومت های آینده قط... کمر به قتل این بحث مرکزگرایی بستن کمر به قتل اقتدارگرایی بستن و دارن رسما قبیله گرایی رو میخوان پیشه خودشون کنن ما رو برگردونن به عصر حجر و قبیله گرایی و دور آتیش با همدیگه برقصن دست همدیگه رو بگیرن دور آتیش با هم ایر بدن اینا برنامهشون اینه برمیگرده اونجا به بهانه اینکه من الان عصبانی هستم سر سیر این جمله رو بیان میکنه آقا اگر لور اتحاد پیدا کنه حالا شاید این جوان لوری که ما ببینیم بند خدا خودش هم از روی خشم نفهمه داره چی میگه ولی اگه نفهمه که وحشتناکتر اگه فهمیده این کار کرده این حرف رو میزنه که خب این آدم جزء جریانات تجزیه طلبی اگه نمیفهمه فاجعه است و ولو به اینکه باور کنید خیلی از اینا نمیفهمن و اینجا فاجعه است چرا چون دشمنی که فهمیده کار میکنه به مراتب به مراتب برای ما مناسبتر یا اصلحتر از اون بخشی از جامعه است که نفهمیده حرف دشمنان رو میگن یعنی چی حرف دشمنان در زمین ناخداگاهشون به صورت فرهنگ در اومده و دارن بیان میکنن و اینجا ما شکست خوردیم اینجاست که ما از نظر محتوایی سقوط کردیم حالا گوش کنید همه جا با آب میده میگن لول اگر اتحاد پیدا کنه همه جا رو با آب میده خود پول لختر با و بعد اتحاد پیدا کنه کل کشور رو با آب میده دارم خیلی که پاس میلیون پای میلیون ده میلیون نمیخواد سر دار میلیون ده میلیون بیست میلیون بیس کارمون رو نمیو تو را اول فرد برسیم بر راه خب این ویدیو رو من بردارم این صحبت ها رو شنیدید که میگه اگر پل دختر لورو اینا ما بر متحد بشیم کل اینان رو به آب بیدیم این حرفا جنسش خطرناک عزیزان بایستی با یک این سخنان و در راستای من خیلی رو این تکیه میکنم در راستای همگونسازی ایران باید سر تا سر ایران در پروژه همگونسازی این بحثا به صورت ریشهی کشته بشه چرا من مخالف لباس قومی هستم چرا من مخالف یعنی مخالف لباس قومی نه مخالف استفاده از لباس قومی در جامعه هستم مخالف زبانهای محلی هستم که در سطح اداره و مدارس و حتی در سطح جامعه بیش از اندازه بخواد استفاده شه چون اینها هر کدوم بالقوه برای ما بحثای تجزیه طلبی و جدایی و طلاق عاطفی ملت ایران رو رقم میزنه وقتی که طرف میگه ما لورها با هم دیگه میتونیم ایران رو دگرگون کنیم این سخنش برای اون کسی که تو مشهد نشسته اصفهان نشسته گیلان نشسته کردستان نشسته و در دیگر نقاط ایران نشسته یک سخنی نیستش که اتحاد به وجود بیاره این سخن سخنی است که داره تفرقه میندازه و اینجاست که من میگم اگر جلوی این سخنان رو با هوشمندی بگیر به من فایده نداره بگیر به من اون بخشی که حالا کار مسلحانه میکنن همه دنیا میان میگیرن و میبندن من اعتقادی به خشونت در اینجور حوزه ها ندارم چون چند نفر رو میخوای این حرف رو میزنن بگیری به اندازه زنده اون هم در دنیای امروز حالا دنیای دیروز هم شما نمیتونستی زیاد با خشونت فیزیکی کاری بکنید اینها باید بارش برنامه داشت برنامه فرهنگی داشت و اینجاست که من میگم همگونسازی نه بومیسازی جمهوری اسلامی یک بخشش به خاطر حماقت خودش و یک بخشش به خاطر فشارهای جریانات یا دلالان حقوق بشری باعث شد که جمهوری اسلامی بره به سمت بومیسازی و این بومیسازی داره ما را به صورت تدریجی طلاق عاطفی ملت ایران رو رقم میزنه ولی به اینکه این طلاق عاطفی رو شما چهرهایی مثل قاضی و پزشکیان و این افراد رو در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی دارید که اینها این مرگ تدریجی یا این طلاق عاطفی تدریجی رو دارن سرعت میبخشن که دیگه رسما میان میگه آقا ما برای کله حالا خیلی جالبه میگه ما تلویزیون ترک زبان نداریم خب تو آذربایجان داریم وقتی که ازش میپرسن میگه نه تلویزیون ترک زبان سراسری که کسی هم تو مشد نشسته بشینه ترکی گوش کنه اینها خطرناکه میرسه به اینجا که طرف هی من لور من لور نداریم تو اون کشور من گیلانی نداریم من آذری نداریم من کردی نداریم من اصفهانی و من بچه تهران و اینا نداریم بچه تهران اینا چه سیغه ایه ما فقط یک چیزی تو اون مملکت باید داشته باشیم اونم من ایرانیه و در این مسئله کوتاه نباید بیاید نگاه نکنید یه عده افراد کمخرد و عموما تجزیه طلب شلوک میکنن آی به لباس ما توهین کردی آی به زبان ما توهین کردید ببینید نه بحث توهین یا غیر توهین نیست بحث یک پارچگی ملت ایرانه و برای این یک پارچگی من بارها از این تریبون گفتم کارهایی رو خواهیم کرد که به مخیله هیچ کدوم از دشمنان وجودی ایران هم نرسه یعنی اینا ما رو نشناختن برای حفظ یک پارچگی ایران ملت ایران اون بخش از نیروهای مخفی آریایی در این حکومت کارهایی رو در نهایت خواهند کرد که واقعا به ذهن کسی نرسه بنابراین این اول باید درد رو بشناسیم. درد ما امروز بومیسازیه بومیسازی باید تموم بشه کسی که توی لورستان کردستان اینا تهران حتی فارغ تحصیل میشه میخواد مثلا بلند شه بره حالا بانک داره میخواد بره تو بانک بایستی اون شعبه بانک پارسیان یا بانک های مختلف مثل ملی و غیره اینو مجبورش کنن بره در استانهای دیگه خدمت کنه بایستی این چینش گردش ایرانیان حداقل یک ایرانی و در چهار پنج استان تا پایان عمرش کار کرده باشه اینا این آمیزش در همریختگی ایرانیان در سرتاسر سر, تا سر ایران باید رقم بخوره اگه دخترتون کرده این باید سی بره دیگه با یه گیلانی ازدواج کنه یا بره با یه مشهدی ازدواج کنه بره با باید... یه باید قرقاتی بکنید بهش میگه همگونسازی ولی اینکه طرف تو اون خطه ای که به دنیا میاد بله زنم اونجا بگیره شوهرم اونجا بکنه اونجا هم بچه دار شه اونجا هم کار بکنه اونجا هم زندگی کنه این فضایی رو درست میکنه برای به وجود اومدن یعنی فضای آلوده ای رو به وجود میاره برای به وجود اومدن باکتری تجزیه طلبی فضا فضایی است که تجزیه طلبان میگن شما چجوری میگن آقا در جای بیماری یا باکتری رشد میکنه میگن آقا اگه جای کثیف باشه باکتری رشد میکنه خب شما بعد اونجا رو میگن پیشگیری کنیم همیشه مثلا تمیز نگه دارید خونتون و اینا رو که مثلا باکتری نزنه کپک نزنه به قول معروف و اگر یکی از در مورد مسئله ملی هم همینه در مورد یک پارچگی ملی اگه شما در مورد یک پارچگی ملی یک سری برنامه های طولانی مدت نداشته باشی محیط آماده میکنی برای تحصابات پوچ قبیله گرایی قارنشینی آقابتش میشه همین طرف میاد برمیگرده میگه من نمیگه ما ایرانی ها ما ترچیم در از روزگار در میاریم خشبینم که هست به صورت ناخداگاه البته حالا امیدواریم به صورت ناخداگاه باشه چون به صورت خداگاه باشه که اینا خائنن به صورت ناخداگاه ولی واقعا اینجا من میدونم خیلی از این مردم که این حرف رو میزنن خودشون نمیفهمن چی میگن همین رامبود جوان بند خدا بارها اومد توی خندوانه یه کار ملی بکنه ولی بابا چون آگاهی کاملش رو نداشت اومد چشمشو در... اومد ابروش درست کنه زد چشمش کور کرد در حقیقت اومد در خندوانه مثلا میخواست بگه آقا من اقوامو میارم که یه دوستی بشه در حقیقت فضایی رو درست کرد برای قومگرایی و قبیله ای. بحث این که ما میخوایم همه و همه رو متحد کنیم باید روی سنت های مشترک مثل نوروز باشه سنت های مشترک زبان پارسی اینا نکاتی است که من بارها گفتم و حواستون باشه این شبکه آزادی دیدید میخوان در خطه لورستان مردم رو تحریک کنن برای مبارزات مسلحانه خیلی باید هوشیار باشین و به سوی همگونسازی من میدونم خیلی از شما آگاهیتون بیشتر از منه رو بحث همگونسازی خیلی کار بکنید رشته مقالاتی رو بدید بینون بحث همگونسازی رو تلاش بکنید امروز یه گفتمان ایجاد کنید سر همگونسازی ببینید دشمنان وجودی چگونه بحثای تجزیه طلبی و غیره رو در قالب بومی سازی جا انداختن بایستی نیروهای ملی پشت پروژه همگونسازی ملی برن این همگونسازی رو ما خوشبختانه در زمان رضاشا و محمد رضاشا انجام دادیم و بسیار موفقیت آمیز بود یعنی پس از اتفاقاتی که تا سال 1321 تا سال 1325 و اینا رخ داد پس از اون ما شاهد بودیم دیگه بحثای تجزیه طلبی اینا در کشورمون بسیار کم رنگ شده بود اصلا همچین چیزای دیگه اصلا قوم و قومگرایی و اینا بسیار کم رنگ شده بود دیگه ما همچین چیزایی رو تو کشورمون آنچنان نشه و وقتانه پس از سقوط حکومت شاه یک سری اتفاقات دست به دست هم داد که دوباره این بحثای قومی به ویژه در ده سال گذشته یک دهه گذشته بسیار بولد شده باید سی جلوش گرفته بشه سباز تو این بخش برنامه میبندم امیدوارم که مفید بوده باشه زنده باشه